سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولیزاده هستم از رادیو فردا. سازمان ملل ایرانی بودن سلاح‌های استفاده شده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را تایید نکرد. آمریکا به وزیر خارجه روسیه درباره مداخله مسکو در انتخابات این کشور هشدار داد. و احزاب اسرائیل بر سر برگزاری سومین انتخابات در این کشور به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در گزارش 6 ماهه خود اعلام کرد این سازمان در این مقطع قادر نیست مستقلاً تایید کند که موشک‌ها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اصالتاً ایرانی بودند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، این سازمان در حال جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات درباره این موشک‌ها و پهپادهاست. با این حال این گزارش تاکید کرده که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حوثی‌های یمن پهپادهایی از نوع به کار رفته در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در اختیار ندارند. حملات پهپادی روز 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کردند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. در نشست خبری روز سه‌شنبه وزیران خارجه روسیه و آمریکا که در واشنگتن برگزار شد، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت مداخله روسیه در انتخابات آمریکا غیر قابل پذیرش است. در مورد پرسش دخالت در امور داخلی ما، من به روشنی گفتم که این غیر قابل قبول است. اگر روسیه یا هر بازیگر خارجی دیگری قدمی برای آسیب رساندن به دموکراسی ما بردارد، به آن واکنش نشان خواهیم داد. سرگئی لاوروف نیز در پاسخ بار دیگر دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا را رد کرد. از سوی دیگر، بر پایه بیانیه منتشر شده توسط کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه روسیه نسبت به دخالت مسکو در انتخابات آمریکا هشدار داده است. با شکست چند باره تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید در اسرائیل، سران احزاب عمده این کشور توافق کردند تا انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار شود. رسانه‌های اسرائیل خبر دادند دو حزب اصلی تاریخ 2 مارس 12 اسفند را برای برگزاری انتخابات جدید تعیین کردند. این سومین انتخابات این کشور در کمتر از 1 سال خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب لیکود و بنی گانتس رهبر حزب آبی سفید در اسرائیل در ماه‌های گذشته نتوانستند بر سر تشکیل یک دولت ائتلافی با احزاب کوچکتر به توافق برسند. سومین انتخابات پارلمانی سال جاری در حالی برگزار می شود که دادستانی اسرائیل ماه گذشته در 3 پرونده علیه بنیامین نتانیاهو به اتهام فساد و خیانت در امانت کیفرخواست صادر کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز سه‌شنبه با اشاره به اعتراض‌های آبان ماه گفت مردم ایران از هزینه کردن پولشان در جنگ‌های نیابتی خسته شدند. برایان هوک که در نشست بنیاد دفاع از دموکراسی ها سخن می گفت اضافه کرد کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی همان خواسته های مردم ایران را دنبال می کند و از مقام های ایران می خواهد تا اولویت را به مردم خود بدهد نه ایدئولوژی. به تأکید کرد که پس از شکست داعش جمهوری اسلامی بزرگترین عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه است. از سوی دیگر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه از ایران خواست پیش از ارائه پیشنهاد برای برقراری صلح رفتار خود را در منطقه تغییر دهد. جمهوری اسلامی ایران در مهر ماه از کشورهای منطقه دعوت کرد تا به ائتلافی به نام صلح هرمز بپیوندند. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.